آرزوها داشتیم، چی میخواستیم و چی شد؟ فرصت طلایی، افق روشن، طلوع امید، مذاکرات تاریخی، سرنوشت‌ساز. قرار بود پیروزی بزرگ باشه، تدارک جشن بزرگ هم دیده بودیم، ولی کشک بزرگ هم نشد، فرصت‌های طلایی از دست رفت. ولی آیه دکتر، به رغم تمام علائمی که نشون میده نظام در مذاکرات اتمی ضربه کمرشکن خورده، ولی ظریف جلو دوربین لبخند میزد. نکنه ضربه کمرشکن نبوده؟ همیشه بابا گول عداعتفارا اینو نخور، دستش روه بخاطر این عداعتفاراش. میگن که همراه خانم اشتون رفته بودن باغ وحش وین، دیدن جلو قفس میمونه این ظریف شروع کرد به ادا اطفال در آوردن که میمونه براش تقلید بکنه، خانم اشتونم بخنده. بعد میمونه گفته بود که اوی به جای این انتربازی ها بگو چجوری فرار کردی که منم فرار کنم. آیه دکتر، هفته ای که گذشت هفته بسیج بود که متاسفانه امسال مصادف شد با ضربه کمرشکن به نظام در مذاکرات اتمی. گرچه مقام عظما و هیچ کدوم از مسئولین نظام دلشون نمیخواد چنین اتفاق ناگواری بیفته، ولی حادثه هیچ وقت خبر نمیکنه. ازتون درخواست میکنم یه نسخه شیک استراتژیکی برای این بدبختای فلک زده بپیچین آقای دکتر. باشه، من دستاسین رو میزنم بالا، یک بحث شیک و مجلسی تحویل میدم، ولی تو هم تا من دستم بنده یه دو سه دقیقه احترام به خودتو نگردم. باشه، من روشن میمونم، شما بقیه رو روشن کنید. آرزم به حضور شما که من خواب دیدم رفتم جهنم، اونجا بهم گفتن که به دلیل نشست و برخاست با مقام عظما خوراک مار قاشیه‌ای، تا اومدیم شاکی بشیم و اینا مارای قاشیه دور ما رو گرفتن. البته حریفم که نمیشدن، ولی خداییش ترسیده بودم. یهو دیدم مأمور جهنم گفت یه را داری، اونم اینه که بری اون گوشه یه کلاسی هست اونجا بحث استراتژیکی درس بدی. منم رو هوا زدم و گفتم بزن بری، ولی همچین که رسیدم اون گوشه چشم تو روز بعد نبینه، دیدم که 40 تا بسیجی تو کلاس نشستن، نقدی هم مشنگ مبصرشون بود. گفتم باید به اینا حالی کنی. مارای قاشیه از اون طرف شروع کردن به خندیدن و دماغ سوخته نشون دادن. میگفتن که بدترین عذاب تو جهنم فهموندن یک بحث استراتژیکی به 40 تا بسیجیه. روشن شد یا یه بحث استراتژیکیه شفاف و روشن برام بکنم. آیه دکتر، من که گفتم روشن میمونم، لذا ضربه شما یه فول تاکتیکی بود که باز شروع کردین، ولی به بزرگواری و معرفت‌داری خودم میبخشم. چی گفتی من اینجا؟ داشتم میگفتم هر بار که برنامه شروع میشه تمام مجره عالم به من SMS میزنن که اونی که کنارت نشسته یه عمر آرزوی ما بود. شرمنده اخلاق همه مجریای عالم. آی دکتر، معامله فسخ شد، دنیا رو میدادن، یه تار و موتو میخواستن ندادن. خیلی دلاری، ریال تن به جون تو. دکتر با اجازت روغن ماشین تو خالی کردم و به جاش خون خودم رو ریختم تا هر وقت استاد زدی به عشقت بسوزم. سلامتی رفیقی که وقتی میره رو ترازو معرفتش بیشتر از وزنشه. آی دکتر بس دیگه، سوالاتمون مونده، الان وقت تموم میشه، کلاج ماشینت هم پاتو بذار رو سرمون خلاص شی. دمت گرم، معرفت رو تو مکتب مگس یاد گرفتی که میتونه دورت بزنه ولی دورت میگرده. دکتر بس دیگه، با این بحث مگس داغونتم. سوال بعدی، من با ریزبینی تاکتیکی خودم دقت کردم تو مصاحبه های اولی بعد از ضربه کمرشکن، این عراقچی هی نگاه دهن ظریف میکرد ببینه این چی میگه که اونم همینو بگه، ولی الان چند وقته پیداش نیست. چی شده؟ یعنی چیزی دستگیرش نشد؟ اولا اگه پیداش نیست، زنگ نمیزنه، SMS هم نمیده، مثبت فکر کن، شاید مرده باشه. دوما اون مشنگو ببین که تازه میخواسته رو دست ظریف نگاه بکنه که خودش از مشنگی تو مجلس کم آورده بود، به جای حرف درست و حسابی ساعت کارش رو اونجا گزارش میداد که دیگه اون شد مشنگای مجلس هم فهمیدن چه خبره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که شوته دوز اومد خونشون، داشت دنبال پول میگشت، وقتی که دزده رو دید یواشکی از تخت اومد پایید، دزده رو میپایید که اگه یه چیزی پیدا کرد اینم یه چیزی گیرش بیاد.
دکتر من دیدم آقای روحانی تو صحبتاش خیلی ناراحته، مقام عظما هم همینطور، ولی گفتن به زانو در نیومدیم. نکنه ضربه کمر شکن نخورده باشی؟ آه بابا تو قمار بازنده اگه نگه بیخیال که دق میکنه. مرحوم عبوی همیشه میفهمونه بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمونه که مشنگه از زور بیرفیقی رفت جلو کوه داد زد خیلی با مرامی، از کوه جواب اومد خیلی با مرامی، بعد گفت کوچیک شما اختیار دارین. آیا دکتر میگن انعکاس این ضربه کمرشکن تو نظام به شکل پارادوکس چالش راهبردی فراجنای کامپلکس ظاهر شده، این یعنی چی؟ یعنی ظریف رو برداشتن بردن تو مجلس، حالش رو گرفتن کردن چوشیشه. عظما به حاجی رفسنجانی گفت بی بصیرت نفهم فلان فلان شده و حرفا، اونم رفت وحید خراسانی رو آورد زد تو سر و کله عظما. تو این شلوغی فقط مونده بود فاطمه آلیا زبون در بیاره واسه عظما که اونم در آورد. یعنی میخوام بگم به جای اون حرفای قلمبه سلمبه که زدی بگو سگ دعوا. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمونن که مشنگه قرار بود مریضی پست تروماتیک استرس دیس اوردر بگیره، ولی چون اسمش سخت بود همون دلپیچه رو گرفت، با همونم مرد. دکتر در مورد آینده مذاکرات چی؟ البته به شرط اینکه ضربه کمرشکن نخورده باشی. آه بابا آینده رو ولش، کمر بدبخت عظما رو بچسب. مرحوم عبوی همیشه میفهمونه بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که هواپیمایی داشت سقوط میکرد، مشنگه به بغل دستیش گفت بدبخت شدیم. یارو گفتش که چرا چون داره سقوط میکنه؟ گفت نه بابا من بلیط برگشتم خریده بودم. روشن شد یا همچین بزنم که بری تو کار برگشت. درایت مقام عظما خیره کننده بود، خیلی خوب برای حاصل این مذاکرات آماده شده بودن. اونجا که فرمودن من به مذاکره امیدی نداشته و ندارم، یعنی وقتی ته مذاکرات توفم کف دستمون نگرفت انگار براش آماده بودن. آخه ضربه کمرشکن که آمادگی نمیخواد که. مرحوم عبوی همیشه میفهمونه بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمونه که مشنگه موقع خواب لیوان خالی میذاش بالا سرش، بعد ازش پرسیدن که چرا؟ گفت خب اومدیم و شب پا شدم تشنم نبود. البته اینم بگم ها که الان مقام عظما قاعدتا نباید خیلی غصه بخوره. یعنی ضربه کمرشکن نبود آیا؟ نه قربونت برم، یه وقتایی حسش نیست که غصه بخوری، رسما غصه میاد تو رو میخوره. عظما هرچی صبر کرد که این مذاکرات بیفته رو قلتک خبری نشد، ولی فکر کنم الان قلتک افتاده رو عظما. شاید هم خب بیچاره اینطوری خلاص شده باشه، خیالش راحت شده یعنی باشه. یعنی ضربه کمر شکن بوده؟ چرا از اول نگفتی آیا دکتر؟ من که به صد زبون گفتم تو نفهمیدی. من فکر کردم که قاشیه با اون چرت و پسیجی مال اون دنیا بگم تو هستیه هرچی چونی رو بگم.